Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my hope. Through the Spirit of power, confirm thou me in thy cause, O my best beloved. دوستان و همکاران عزیز، با آغوشی باز و قلوبی سرشار از مهر و محبت به شما درود میگیم. به 35th کنفرانس بهایی گرند کنیون خوش آمدید. امسال 35th سال گرند کنیون بهائی کانفرانس بود که حدود 30,000 نفر در این کانفرانس شرکت کردند، که از این 30,000 نفر 2,600 نفر اسم نوشته بودند و 400 نفر یا مجریان برنامه بودند یا نوازندگان برنامه بودند و 250 نفر دوستان غیر بهائی بودند که برای اولین بار تشریف آورده بودند و حدود 370 نفر جوانها و نوجوانان بودند. موقعیت بسیار مناسبی بود که بتونم در این کنفرانس که 35th سال برگزاری اون هست شرکت بکنم و برنامه‌های خیلی خوب مفصلی در این کنفرانس ارائه شد. مطالبی که بنده در مورد صحبت کردم، شاید یکی از مهمترینش در مورد موضوع صلح بود و امروزه صلح دغدغه بسیاری از مردم دنیا هست. منتها اکثر افرادی که در مورد صلح فکر می‌کنند در بین مخاصمات و در واقع جنگ‌هایی که صورت می‌گیره این مطلب رو مورد بررسی قرار میدن، در حالی که جامعه بهائی و دیانت بهائی دیدش به مسئله صلح بسیار عمیق‌تر هست و به مسائلی که مربوط به نهادهای مختلف اجتماع انسانی هست، مثل تساوی حقوق زن و مرد، مثل اهمیت تعلیم و تربیت، مثل حقوق زنان، مثل مسئله عدم تعادل، مسائل اقتصادی، مسائل تعصب‌های نژادی، وطنی و امثال هم، اینها مسائل خیلی ریشه‌ای و اساسی هستند که مادامی که اینها مورد بحث و حل قرار نگیره، صلح دائمی و پایدار هیچ وقت صورت نخواهد گرفت. Imagine there no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. The only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. در 35th سال کنفرانس گرند کنیون کانفرنس در آریزونا، فینیکس آریزونا هستیم. سشن‌های مختلفی هست و امروز این سشنی که ما داشتیم راجع به عهد و میثاق حضرت بهاءالله بود که در تمام ادیان مختلف این مطلب و این کانسپت خیلی تازه است و امروز راجع به این با هم صحبت کردیم که رابطه این کانسپت عهد و میثاق با هدف دیانت بهایی که وحدت عالم انسانی هست چیست و چه رابطه ای با هم دارن؟ En que las alas igualmente fuertes golpeen al viento.
que la mujer y el hombre encuentren por fin su destino. تم این کنفرانس درباره صلح و رسیدن به صلح و اینکه چطور هر کدوم از ما میتونیم نقش خودمون رو در این راستا ایفا کنیم. صحبت من در مورد این بود که چطور میتونیم در این دنیایی که به هر گوشش نگاه میکنیم فجایع و مشکلات زیادی رو میبینیم، میتونیم امیدوار باشیم و دلایل مثبتی برای این امید داشته باشیم. شنیدیم که این دوستان، این نوجوانان و جوانان عزیز خیلی مایلن دوباره برگردن برای اینکه دوستان جدیدی پیدا کردن و از این برنامه ها لذت بردن و امیدواریم که این دوستان عزیز و همه این دوستان عزیز ما دوباره سالهای آینده هم ببینیم. موضوع بحث من اساس روحانی و معنوی صلح در آثار حضرت باب است. یک تمایز سنتی که اهل عالم اون را همیشه قائل دونستن ما بین دنیای مادی و دنیای معنوی، بین این دنیا و دنیای بعد. موردی را که ایشان بیان فرمودند یک مورد بسیار عمیقی است. یک تمایز سنتی که اهل عالم اون را همیشه قائل دونستن ما بین دنیای مادی و دنیای معنوی، بین این دنیا و دنیای بعد. حضرت باب این تمایز را از بین بردند. حضرت باب می‌فرمایند که اساس حقیقت همه چیز معنوی است. لازم نیست که ما صبر کنیم تا زمانی که بمیریم و اون موقع زندگی روحانی رو تجربه کنیم. نفس وجود ما در اینجا و در واقع ماهیت وجود همه چیز نیز به راستی معنوی است. چیزی به جز تجلی و وحی الهی وجود ندارد و این حقیقت همه چیز میباشد. بنابراین حتی یک شکل مادی در واقع یک شکلی است که حقیقت اساسی رو به صورت مخفی در خود نگه داشته، که چیزی جز واقعیت روحانی نیست. ما بهایان همیشه از خود میپرسیم راه حل روحانی و یا معنوی این مسئله و اون مسئله چیست، اما معمولا فراموش میکنیم که روحانی و معنوی بودن به چه معنایی است. روحانیت و معنویت چیزی است که حضرت باب در آثارشان بدان بسیار تاکید فرمودند و آن مفهوم آینه و سنگ و واژه است. یعنی حقیقت همه موجودات این است که همه انعکاس و تجلی خداوند هستند. همه موجودات مقدسند، همه موجودات زیبایند، همه موجودات یکی هستند و این مفهوم صلح هست. موضوعی رو که محفل روحانی محلی فینیکس برای این کنفرانس انتخاب کردن، حرکت به سوی صلح پایدار
هدف والای الهی خود را برآورده سازید می باشد. و خانم والترز این موضوع و اینکه هدف والای الهی ما چیست رو بسیار عالی بیان و ارائه کردن. So this culture of peace, it is not what we believe, right? این فرهنگ صلح جوری نیست که ما اون رو گمان می‌کنیم. درسته؟ در عینی که این فرهنگ صلح مهمه، این چیزی نیست که ما به زبان می‌گیم و یا اینکه ما بهش فکر و اون رو بیان می‌کنیم. Right. اون فرهنگ چیه؟ 200 سال پیش حضرت بهاءالله فرمودند به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. و همچنین فرمودند که اصل دین در کم حرف زدن و ازدیاد اعمال می باشد.